توی فیلم قبلی کار با ابزار موو تولز رو یاد گرفتیم اما توی این فیلم میخوایم با مارکی تول ها آشنا بشیم که چهار حالت مختلف داره رکتنگولار، الیپتیکال و سینگل راو و کالم که از روی شکلشون هم میشه تشخیص داد شکلشون به چه صورتی عمل میکنه توی صحنه. اما برای اینکه ببینیم این ابزار چیکار میکنه باید یه عکسی رو وارد بکنیم من دوبار کلیک میکنم و صحنه و میتونم یک عکسی رو بیارم مثلا همینم میتونیم استفاده بکنیم که داخل مکس بود و اینم رندرش بسیار خب من از همین عکس استفاده میکنم کنترل رو میگیرم صفر رو میزنم و شروع میکنم به کار با این ابزار از ابزارهای مارکی تول ما برای سلکت استفاده میکنیم سلک کردن یک منطقه مثلا فرض بکنید من این منطقه رو سلکت میکنم حالا هر کاری بخوام انجام بدم روی این منطقه میتونم انجام بدم مثلا فرض بکنم با یک براش که بعدا توضیح میدم میتونم بکشم تر هم رو بدون اینکه از اون محدوده بزنه بیرون کارم یا مثلا میخوام روشنتر یا تیره‌تر بکنم اون محدوده رو یا هر کار دیگه ای که مد نظرم باشه مسئله اینه که ما باید یک بخشی از عکس رو انتخاب بکنیم و بعد روی اون هر تغییری دوست داریم رو اعمال بکنیم از ابزارهای مارکی ما برای انتخاب کردن محدوده از عکس استفاده میکنیم مثلا من این منطقه رو انتخاب میکنم حالا اینجا یه سری گزینه داره مثل هر ابزار دیگه اینجا تنظیماتش میاد الان روی این حالته و به کمک این من میتونم یک سلیکشن جدید بکنم یعنی اگر من بکشم محدوده قبلی از بین میره اینجا رو من بکشم محدوده قبلی که کشیدم از حالت انتخاب خارج میشه به کمک این گزینه من میتونم اضافه بکنم محدوده انتخابم رو انتخاب جدید رو به محدوده قبلی مثلا اگر من این رو بگیرم از اینجا بکشم تا اینجا این محدوده هم اضافه میشه به اون قبلی یا به این صورت یا اصلا نیاز نیست حتما ارتباط با هم داشته باشن به این صورت مثلا فرض بکنیم از ابزارهایی که بعدا من استفاده کنم رنگ ها رو بخوام تو محدود تغییر بدم یا هر چیز دیگه ای بنابراین به کمک این ابزار ما میتونیم انتخاب های ممتدی رو داشته باشیم که بدون از دست دادن انتخاب قبلی اونها پایدار باشن برای ما اما به کمک این گزینه ما میتونیم کسر بکنیم منطقی رو از محدوده انتخاب کسر بکنیم بر مثال ببینید من این محدوده رو میکشم این محدوده کسر میشه که فصل مشترکش هست دقت بکنید مثلا اینجا رو من کشم این محدوده رو کم کنم از منطقه‌ای که تا به حال سلکت بودش به کمک این ابزار من میتونم فصل مشترک دو نقطه رو نگه دارم به عنوان مثال اگر من یه همچین چیزی رو بکشم فرض بکنید به این سمت حالا فصل مشترک این دوتا و محدوده سلکشن میشه این ما رو حذف میکنه فرض بکنید اینجا من میکشم فصل مشترکشون این حالت الماننده به این صورت میشه پس منطقی سلکتمون رو به کمک این ابزارها میتونیم تعیین بکنیم اما فیدر چیه؟ دقت بکنید با هر یکی از این ابزارها ما اومدیم یک منطقه رو انتخاب کردیم اوکی فرض بکنید با موو تول میخوایم جابجاش بکنیم وقتی من موو میکنم میبینید که برش زد و اگر من زد روی کیبورد رو بزنم درگ بکنم با موس میتونم زوم بکنم توی اون منطقه دقت بکنید یه حالت خیلی صافی این منطقه برش خوردش من کنترل زد رو میزنم کنترل میگیرم و دی رو هم میزنم که دی سلکت بشه از حالت انتخاب خارج بشه یک بار دیگه من میخوام این کار رو انجام بدم. این با فدر بالا فرض بکنیم حالا 16 خورده یک منطقه رو انتخاب میکنم دقت بکنید این دفعه گوشه هاش نرمتر شد نه به این منظور که محدوده یه کاری ما این گوشه هاش نرم نه به این صورت نشون میده که فدر میاد انتخاب نرمی رو انجام میده و اگر اینو من بکشم دقت بکنید حالت نرمی رو داره بذارید من کنترل زد کنترل دی زد رو میزنم دوباره برمیگردم عقب مثلا این محدوده یکی انتخاب میکنم با فدر بالا حالا اگر بگیرم بکشم می‌بینیم که یک انتخاب نرم داشتش به چه صورت هست این مرز دیگه خیلی شارپ و نکتیز نیست مثل اون زمانی که فدر سف بود و الان محوه منطقه ای که من انتخاب میکنم اگر دقت بکنید محو هستش پس این هم کاربرد فیدر که حالا ما میتونیم هر چقدر به صرف نزدیک تر بشه لبه ها تیزتر الان من اینجا رو بکشم و بگیرم بالا میبینیم که انتخاب شارپی رو داریم بعضی مواقع احتیاج میشه توی پروژه ما انتخاب‌های نرمی داشته باشیم به خاطر همین همچین ابزاری رو برای ما قرار دادن آنتی آلیاس خاموش هست برای حالت رکتنگیولار برای حالت الیپتیکال فعالم به خاطر وقتی به اون رسیدیم من این رو توضیح میدم خدمتون استایل چیه؟ استایل میگه بر... تا الان به صورت نرمال بوده یعنی به صورت دستی هر جوری که دوست داشتم میتونستم منطقه سلکشنم رو انتخاب بکنم ولی حالت های هم وجود داره اگر بر اساس ریشیو باشه یعنی بر اساس نسبت من میتونم منطقه رو انتخاب بکنم نسبت پنج به یک برای طول به ارزی یا حالا جا به جایی که با این دکمه ما میتونیم انجام میدیم به عنوان مثال مگه یک کلیک تو صحنه بکنم و بکشم نسبت الان این زل قائم پنجه و زل افقی یکه نسبت پنج به یک برمه انجام شد اگر من اینو برگردونم وقتی میکشم دقت بکنید باید به این سمت حالا باید بکشم چون به سمت بالا پایین دیگه عمل نمیکنه چون من خواستم که طول پنج برابر عرض باشه یا هر عدد دیگه من میتونم بکنم مثلا نسبت دو به یک باشه دو به آره یک باشه وقتی من کلیک میکنم دو برابر اون بخش هست و اگر بخوام مثلا سه به 3 بکنم قطعا با یک نسبت مربعی شکل من مواجهم پس میتونم یا به صورت نرمال دستی خودم انتخاب کنم محدود سلکتم یا بر اساس یک نسبت اما بر اساس سایز هم ما میتونیم این کار بکنیم که بر اساس واحد پیکسل شناخته میشه مثلا 25 پیکسل در 64 پیکسل الان من کلیک کردم یه همچین نسبتی برای من ایجاد شد مثلا اگر من بکنم 50 پیکسل در مثلا 100 پیکسل میریم که عمود دو برابر افقه برعکس بکنم یک کلیک می‌کنم، حالا میبینیم که افق دو برابر عموده پس بر اساس پیکسل یا سایز هم ما میتونیم این کار رو بکنیم که نسبت نباشه مثلا 23 پیکسل در مثلا 57 پیکسل حالا اینها بستگی به نوع پروژه داره بعضی وقت ما سلکت های با اندازه های مشخصی رو احتیاج داریم میایم از این ابزار استفاده میکنیم در واقع ببینید توی این فیلم ها توی سطح مقدماتی من دارم کاربرد ابزارها رو میگم و نحوه استفادهشون رو میگم حالا به صورت کاربردی و با مثال های جامع انشالله توی سطوح بالاتر اینها رو معرفی میکنیم و مثال های خیلی زیادی ازشون میزنید. فعلا فقط کافیه که گزینه ها رو ببینید به چه صورت دارن عمل میکنم انشالله توی دوره های بالاتر به صورت حرفه تر با این کار میکنیم فقط فعلا جهت آشنایی شما با این ابزار هست خب طول ارزو که ما دیدیم به کمک این گزینه ها فعال میشه یا ریشیو یا سایز گزینه بعدی ریفاین اجه وقتی ما محدوده ای رو انتخاب کردیم حالا به هر صورت نسبت ثابت سایز عکس با فدر نمیدونم با این ابزارها به هر حال مثلا فرض بکنید این منطقه ای رو ما انتخاب کردیم اگر احتیاج داشته باشه اون منطقه سلکت ما به اصلاح از ریفاین اج استفاده میکنیم من وقتی کلیک میکنم یک ماسک مشکی برای من ایجاد میکنه دور پیرامون و محیط خارجی محدوده سلکتم که اینجا نشون میده که خب ویو به چه صورت است ببینید اگه من کنسل بکنم اونجا رو مشکی نکرده فقط برای اینکه دقت من بره بالاتر توی تمرکزم بره بالاتر توی منطقه سلکتم اینجا رو میاد مشکی میکنه که از ویو من میتونم مثلا بگم خب قرمز بکن یا نه عکس قبلی باشه ترنسپرنت باشه یا هر چیز دیگه گزینه دیگه مثلا سفید باشه من همون سیار رو انتخاب میکنم مشکل باهاش ندارم اگر احتیاج بود به کمک این زوم میتونیم عقب‌تر بریم جلوتر بریم هیچ تاثیر توی عکس الان انجام نمیشه فقط یک منطقه رو ما انتخاب کردیم و داریم مثلا میذارمش وسط‌تر ببرم جلوتر مثلا بیشتر تمرکز روش بکنم یا بیارم عقب‌تر همین خب بریم سراغ این گزینه‌ها بر اساس رادیوس ما میتونیم کار بکنیم و انتخابمون رو دقیق‌تر بکنیم فرض بکنم من برگ های این گل رو سلکت بکنم که در واقع نباید با این ابزار رکتنگولار این کار بکنیم فعلا من فقط میخوام با یک مثال کوچیک کاربرد این پارامترها رو بهتون بگم به کمک رادیوس ما میتونیم محدوده سلکت رو افزایش بدیم ببینید چه کاری انجام داره میده اگه من رادیوس مثلا صفر کنم حالت شارپ و نکتیزه ولی مثلا این وسط ها من بذارم اگه این دکمه رو بزنم یعنی فقط رادیوس رو به من نشون میده فقط اون لبه ها رو داره به من نشون میده که چه داره پیشرفت میکنه منطقه سلکت شو اوریژینال که حالت اوریجینال رو نشون میده که ما سلکت کرده بودیم یعنی چه اینو کم بکنیم چه زیاد بکنیم هیچ تاثیر نداره من بر برمیدارم معمولا خب استفاده ازش نمیشه ردیوس هم خیلی ازش استفاده نمی کنیم بیشتر به صورت چشمی ما باید کار بکنیم تا منطقه مورد نظرمون انتخاب بکنیم اسمارت ردیوس بعضی وقت خوب جواب میده بعضی وقتا خوبم جواب نمیده توی هر پروژه باید تست بشه و متناسب با اون ابزاری که برای سلکت استفاده کردی چون این ابزار هم هستش این ابزار هم هستش برای سلکت همه اونم هم ریفاین اج داره متناسب با اون تصویری که داری و اون ابزاری که استفاده کردی این اسمارت رادیوس میتونه گزینه خوبی باشه که انتخابتون خوب عذاب در خب ببینید الان من مثلا این منطقه رو انتخاب کردم با اسمارت رادیوس بدون اون خیلی بر من فرق نمیکنه باید بیام با گزینه پایینی کار بکنم اسموس به معنی نرم کردن اون لبه های انتخابه فدر هم که آشنا شدیم یعنی محو بکنه محدوده خارج از مرز سلکت شده رو با محدوده داخل محیط حالا اون مساحت اون سلکت شده رو به خاطر محو میکنه اون مرز رو فدر کانترست حالا ما میتونیم بالاتر ببریم که تأثیر زیادی داشته باشه روی اون منطقه که انتخاب کردیم شیفت اج یعنی جابجا جا بکنه لبه ها رو به سمت داخل یا به سمت خارج لبه های چی رو محل سلکت هم رو ببینید من فقط دارم در مورد سلیکشن صحبت میکنم در خصوص انتخاب یک بخش از تصویر صحبت میکنم تمام این گزینه مربوط به اونه خب اگه به سمت داخل بزنم که به سمت داخل میره به سمت خارج بزنم میتونم گسترش بدم منطقه سلکت رو حالا ردیوس رو من باید بیشتر بکنم با اینها باید کار بشه هیچ وقت نمیشه گفت این عدد بر رو چند باشه این درصد چقدر باشه باید کار بکنید تا اون چیزی که مد نظرتونه رو به دست بیارید به نظر من الان مثلا برکای من خوب انتخاب شدم حالا میگه اوکی شما اینجا رو انتخاب کردید این انتخابتو من چیکار بکنم اینجاست که ما میتونیم تعیین بکنیم این انتخاب منو یک لایه جدید بساز اینجا برای من یا یک لایه جدید به همراه یک ماسک بساز برای من یا تو یک داکیومنت دیگه یعنی مثلا یک فایل دیگه بر من باز بکن یا یک فایل دیگه بر من باز بکن و یک ماسک هم داشته باشه لایش چه مثلا فرض بکن اگه من بر اساس نیو لایر بزنم خب اون منطقه در حالت انتخاب آماده است به من اینکه من اوکی رو بزنم یک لایه جدید از اون بخشی که انتخاب کرده بودم برای من ایجاد کرد من این عکس قبلی رو آن میکنم و این لایه رو با این موو تول میام جابجاش میکنم پس ببینید اون منطقه رو انتخاب کردم حالا مثلا من اینو کنترل زد میزنم سر جاش بره این لایه رو انتخاب کردم هر کاری دوست داشتم میتونم روی این لایه انجام بدم فرض بکنید من بخوام رنگ این گل رو عوض بکنم که البته بعدا بهتون میگم الان چیکار میکنم میگم تاثیر داشته باشه فقط توی این لایه اگر دقت بکنیم مثلا رنگ رو من دارم تغییر میدم نه اینکه صرفا فقط برای اینکه رنگ رو عوض بکنیم هر اتفاق و هر تغییری که ما بخوایم ایجاد بکنیم روی یک منطقه که انتخاب شده رو ما میتونیم به کمک ریفاین اِج اصلاح بکنیم منطقه انتخابش رو من این رو پاک می کنم و این لایه را پاک کنم بسیار خوب پس من اومدم به کمک این ابزار یک منطقه رو انتخاب کردم اومدم توی ریفاین اچ ببینید بر اساس نرمال عمل کردم نه ضریب خاصی نه چیزی نه فدری نه کم و زیادیش کردم اومدم توی ریفاین اچ که حرفیتره ای و اومدم کانترست آه... رو مثلا بالاتر ببریم اینجا شیفت رو ببریم بالاتر ببینید حالا بیشتر از حد رفته میتونیم شیفت بکنیم به سمت داخل محدود سلیک رو و غیره حالا این نفعه من میتونم بگم یک داکیومنت جدید بر من بساز یعنی این رو که منطقی رو که من کردم رو در داخل یک فایل جدید باز کن نه یک لایه جدید مثلا اوکی که بکنم ببینید یک فایل جدید باز شد و اون منطقه انتخاب شده و هر تغییری بخوام رو اون عکس میتونم بدم بنابراین کار با رکتنگولار مارکی تول رو یاد گرفتیم و این ابزارها رو باشون آشنا شدیم حالا انتخاب های من به صورت مربعی یا مستطیلی بودن من میتونم اونها رو به صورت الیپتیکال یا دایره ای و بیزوی در بیارم دقت بکنید الان اون حالت مربعی من انتخابه در حالت انتخاب بود من اومدم اینجا حالا مثلا میتونم دایره ای رو بیام اضافه بکنم مثلا فرض بکنید این منطقه رو اضافه کردم به اون بخش اوکی؟ یا مثلا بخوام کسر بکنم دقیقا همون تنظیماتی که برای رکتنگولار بود برای الپتیکال هم هستش مثلا میگم فصل مشترکشون یا بیام یه تیکر رو اضافه بکنم این تیکر رو اضافه میکنم فرض بکن این تیکر رو میخوام کم بکنم و با این میگم فصل مشترکشون یعنی این محدوده هر چقدر مشترک باشه رو هر سطحی که هست رو بر من مشخص بکن اگر بخوام منطقه انتخابم رو جابجا جا بکنم چه تو الیپتیکال چه تو رکتنگولار کافی که روی این حالت برم و داخلش وایسم و اون منطقه رو جابجا جا بکنم در غیر این صورت با توجه به روی هر کدوم این گزینه‌ها باشیم مثل همین این اگه من جایی رو کلیک بکنم اون از حالت انتخاب خارج میشه من اینجا رو کلیک می‌کنم قبلی از حالت انتخاب خارج میشه اگه داخلش ببرم موس رو میتونم جابجا جا بکنم منطقه انتخابم رو اگر خارج از اون باشم بکشم شروع میکنه به یک سلکشن جدید چه حالت الیپتیکال باشه چه رکتانگولار با توجه به اینکه توی این گزینه هستیم یعنی اگه من بکشم داخلش برم میتونم جابجاش بکنم ولی بیرون از اون باشم یکی دیگه برای من میکشه این قابلیت تو این یکی ها وجود نداره این یکی چرا چون مثلا من اینو بزنم قرار اضافه بکنید که میبینید یک به اضافه گذاشته من اگه داخلش بکشم یه دونه جدید میسازه اگه بیرون از اون بکشم یه دونه جدید میسازه یا منها هم هیچ فرقی نمیکنه ببینید منها شدش من اگه داخلش باشم منطقه سلکشن هم باشم بکشم منها میکنه منطقه رو اگه خارج از اونم باشم بکشم برای خودش داره کسر میکنه هیچ چیزی رو داره در واقع کسر میکنه چیز وجود نداره بخواد کم بکنه و غیره پس من برمیگردم روی الپتیکال فدر که همون فدره انتخاب هایی که ما مثلا میکنیم به صورت حالا دایره یا بیضیوی فدر داشته باشن یا نه یعنی اگه من این رو بدون با فدر صفر یعنی بدون فدر بکشم من اگه زوم بکنم میبینیم که به این صورت انتخاب شدهش و حالت شارپی رو داره و دقیقا هیچ محوی وجود نداره این مرز با سطح خارج از سلیکشن و سطح داخل سلیکشن هیچ محو شدگی وجود نداره و شارپ انتخاب شه. من کنترل زد رو میزنم کنترل دی رو میزنم که دی بشه این دفعه که میخوام بکشم از فدر بالا استفاده میکنم مثلا اینجا رو میکشم که ببینیم چون اون یک رنگ محو که بکنه لبه خارجی رو با داخلی خیلی دیده نمیشه اینجا یا مثلا اینجا با فدر مثلا 15 خورده ای من میگیرم میکشم دقت بکنید محف هستش مرز داخل و خارج از منطقه انتخابم با کنترل زد و کنترل دی که برگردوندم اینجا آنتی آلیاز فعاله آنتی آلیاز چیه؟ ببینید بچه وقتی من اینو میکشم و جدا میکنم حالا بدون فدر میکشم که لبه ها رو خوب ببینیم بذارید کنترل دی فیدر رو من صفر کنم اوکی یک منطقه رو انتخاب میکنم و میکشم برای من به صورت نرم در آورده بذاریم من زوم بکنم نرمه کنترل Z کنترل دی. اگر آنتی الیاس نباشه و وقتی من منطقه رو انتخاب بکنم و بکشم می‌بینیم که حالت دندونه دندونه به وجود میاد الیاس به این دندونه دندونه شدن میگن آنتی الیاس یعنی ضد این دندونه دندونه شدن‌ها به خاطر همین من پیشنهاد میکنم که هر موقع میخواید کار بکنید حالا توی این ابزارها هم وجود داره ها اینا همه ابزار انتخاب هستن که جلوتر بهشون میپردازیم این آنتی آلیاس رو پیشنهاد می‌کنم، همیشه بذارید باشه که انتخاباتون نرم باشه مجدد با نسبت سایز و یا ضریب میتونید انتخاب کنید این حالت الپتیکال چجوری باشه و ریفاین که توی همین بخش من توضیح دادم هیچ فرقی نمیکنه حالا چرا خاموشن چون من چیزی نکشم بکشم ریفاین اج میاد هیچ فرقی نمیکنه از این ابزار من بخوام بکشم ریفاین اج میاد یعنی این ظریف ها و غیره میادش خب ابزار بعدی دیگه سینگل راو هستش یعنی تک پیکسل عمل میکنه به صورت افقی یا عمودی من بکشم یک خط ایجاد میکنه که بیشتر توی طراحی استفاده میشه طراحی چاپ اگه من حالت عمودیش رو انتخاب بکنم به این صورت هستش دقت بکنید بچه ها من روی این ابزار کلیک میکنم چون فلشی نداره کنارش چیزی رو باز نمیکنه ولی این ابزارهایی که یک فلش کوچیک دارن اگر دکمه موس روشون نگه دارم این پنجره ها باز میشن حالا ممکنه یکم یک زمان بر باشه من میتونم راست کلیک روشون بکنم میتونه خیلی سریعتر باز میشم و وقتی هم باز میشن هر ابزاری یه حروف اختصاری داره که روی کیبورد اگه اونو تایپ بکنید به اون میرسید مثلا ام رو بزنیم میتونیم به ابزار مارکیو تول برسیم من الان ام رو زدم اگر شیفت رو بگیرم امو بزنم میتونم بین اون ابزارها سویچ بکنم دیگه نیاز نیست من بیام اینجا اون یکی ام رو انتخاب بکنم اوکی مثلا وی رو بزنم دقت بکنید موو تول فعال میشه مگه وی رو بزنم موو امو بزنم رکتنگولار حالا هستش مگه شیفت رو بگیرم امو بزنم الپتیکال بر من انتخاب میشه پس اینم آشنایی با کار ابزار مارکیو تول